خبر خیلی مهمی است، ابر بحرانی است که در واقع وجود داره. شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران اعلام کرده موجودی آب سدهای لطیان به 12%، سد مملو 12% و سد لار در بدترین وضعیت ممکن به 1% رسیده و سد کرج که همیشه هم پر آب بوده میزان آبش به 7% رسیده. روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب با اشاره به حجم بسیار کم ورودی آب به سدها از شهروندان خواسته برای جلوگیری از قطعی آب روزانه 20 لیتر آب کمتر مصرف کنند. این سازمان همچنین با اذعان به نوسان فشار آب در تهران از شهروندان خواسته تانکر و پمپ آب توی منازلشون نصب کنن. این گزارش در حالی منتشر میشه که مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی امروز در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران با اعتراف به بحرانی بودن ذخیره آب استان تهران گفته: ما الان در تهران همین امسال سال آینده با ناترازی شدید آب مواجهیم. بارندگی کم اومده. اگر نتونیم اینو مدیریت بکنیم، تهرانو که نمیشه با چه میدونم تانکر آب داد. باید بشینیم از الان مدیریت بکنیم که بتونیم این تهران با این شکلی که داره توسعه میکنه امکان زندگی درش وجود نداره. خودتون گفتید یک کمتر از 1% به اصطلاح خاکو دارید، بیش از 20% جمعیتو دارید. خب چجوری این همخوانی داره؟ نمیتونه همخوانی داشته باشه. حالا وقتی میگه ما حالا تهران رو نباید جابجا کرد، جابجا نکنید، مدیریت کنید. عدم تناسب بین منابع و مصارف یعنی عذاب خدا. خدا عذاب خواهد فرستاد برای اینکه ما نعمت خدا رو خراب کردیم. اونجوری که باید بهره برداری کنیم بهره برداری نکردیم، زیادی داریم از خاک آب میکشیم بیرون، زیادی داریم در حقیقت چاه رو خالی میکنیم. همین برام این 36% قرچک برام فرونشست داره، 36 سانتیمتر. تو خارج اگه 3 سانتیمتر فرونشست باشه جلسه اضطراری تشکیل میدن. ما 36 سانتیمتر فرونشست زمین داریم. خیلی خطرناکه اگر یه ذره نسبت به آینده با دقت بخوایم نگاه کنیم. خوبه که ایشون میدونن تو خارج چه اتفاقی میفته. واقعا روزنامه حکومتی اعتماد هم که چاپ تهران هست در شماره امروزش با انتشار مطلبی گفته بحران برق، گاز و هوا که شهروندان در چند ماه گذشته با اون دست و پنجه نرم میکردن در برابر بحران بی‌آبی و تشنگی به نوشته این روزنامه بیشتر شبیه به یک شوخی هست. روزنامه اعتماد درباره جیره‌بندی آب نوشته جیره‌بندی آب تهران پیچیده است و با مشکلات فنی روبرو خواهد شد. این نشریه نوشته در واقع خالی شدن و پر شدن لوله‌ها باعث میشه که انواع آلودگی رسوبات که تنشین شده توی لوله‌ها بر اثر فشار آب به جریان بیفته و مسائل فنی زیادی رو در واقع تحمیل کنه. ما برای اینکه بررسی کنیم این موضوع رو آقای محمود رضا مؤمنی کارشناس علوم جوی و تغییر اقلیم رو روی خط اسکایپ با خودمون داریم. جناب مؤمنی با درود و سپاس از حضور شما در برنامه امشب. ظاهرا طبق معمول جمهوری اسلامی باز هم بار رو بر دوش مردم و شهروندان گذاشته. صرفه‌جویی 20 لیتری آب در روز اصلا شدنی هست چنین چیزی؟ با سلام خدمت شما و بینندگان خوبتون، من اگه بخوام جواب سوال شما بدم، از دیدگاه من کاهش 20 لیتر در شبانه روز با توجه به اینکه مصرف آب تهران چیزی در حدود 250 لیتر در شبانه روز هست امکان پذیر هست، ولی این یک واقعیت رو باید توجه کنیم که مشکل اصلی آب تهران موضوع حکمرانی بعد سرزمینی و حکمرانی آب و بحث عدم وجود سیاست‌گذاری های کلان و برنامه ریزی های کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت است. این موضوع بسیار به نظر من موضوع مهمی است. ما بحث بحران آب رو فقط مخصوص به امسال نیست، ما پارسال هم بحران آب داشتیم، سالهای گذشته هم بحران آب داشتیم و بحث این که ما کاهش بارندگی داشتیم، حتی میدونیم تا سال 2050 نیمه شمالی کشور ما با کاهش بارندگی مواجه است. مشکل دیگه هم که کشور ما
با اون مواجه هست این است که ما تغییر توزیع بارندگی ها رو داریم که این تغییر توزیع بارندگی خودشون بحران آب و ما رو میتونه تشدید کنه، تغییر نوع جنس بارندگی رو داریم. ما تمام این مسائل رو میدونیم، ولی باید نسبت به اونها یک سیاست گذاری های کلانی داشته باشیم، یک برنامه ریزی داشته باشیم که بتونیم از این بحران و مسئله عبور کنیم. به فرض مثال در 20 سال گذشته در ایالت کالیفرنیا، شهر لس آنجلس، وقتی که متوجه شد که وارد خشکسالی شده، وارد کاهش بارندگی شده، با یک سیاستگذاری های کلان بلند مدتی که انجام داد تونست مدیریت مصرف داشته باشه و تغییر رفتار مصرف داشته باشه. ما اگر میخوایم مدیریت مصرف آب داشته باشیم، تغییر الگوی مصرف آب داشته باشیم، تغییر رفتار مصرف آب رو داشته باشیم، باید نسبت به اون سیاست گذاری ها داشته باشیم، باید با ورود تکنولوژی بتونیم به بحث مصرف آبمون بتونیم کاهش مصرف آب رو داشته باشیم، وگرنه در غیر این صورت در نهایت چشما به فقط آسمان ها دوختیم، مثل پارسال که باز هم بحران داشتیم ولی بارش اسفند ماه و بارش بهاری کمک کرد حالا که بتونیم موقتا داشته باشیم. و اگه میخوام راه حل پایدار داشته باشیم، باید به فکر اوکراینی سرزمینمون باشیم. بله آقای مومنی، البته چیزی که گفتید کاملا درست هست. چشم داشتن به آسمان و منتظر باد بودن برای تمیز شدن آلودگی هوا نهادینه شده در جمهوری اسلامی. به نظر میرسه جیره بندی آب وسیع تر از گذشته است، انقدر که باعث مشکل فنی میشه. جیره بندی آب واقعیتش میتونه باعث مشکلات فنی بشه، چون بالاخره شبکه‌های آب و فاضلابی که ما داریم اینا با یک فشارهای مشخصی کار میکنن و کاهش این فشارها و قطع شدن آب میتونه باعث ورود آلودگی به شبکه آب ما بشه، میتونه باعث افزایش نشتی آب بشه، میتونه باعث بشه جایی که ما نشتی آب داریم آلودگی یا حتی انشابات غیر مجاز داریم آلودگی وارد شبکه آب ما بشه، باعث میشه که رسوباتی که تهنشین شدن این وارد جریانات آب بشه و حتی در بعضی مواقع میتونه باعث کاهش کیفیت آب و کدورت آب هم بشه که در آینده میتونه برای ما مشکلاتی ایجاد کنه. آقای مؤمنی، کارشناس علوم جوی و تغییر اقلیم، سپاسگزاریم از حضور شما در برنامه و وقتی که به ما دادید.